یه 50 نفر کل کشور اینتنسیویست اطفال داریم. پیای سومن حرفه‌ای چند نفرن تو کشور؟ واقعا گرفتار بشن بچه‌ها، کشوری نیستیم بتونیم مقاومت کنیم. اینو دقت کنید، من که بلد نیستم، من طبیب اطفال نیستم، ولی اونایی هم که در واقع این کارن و حرفه‌این الان نالانن نسبت به این وضعی که بخواد پیش بیاد. من خواهش میکنم بترسیم. وقتی مدارس رو داریم باز میکنیم، این گرفتاری برای 10 تا بچه پیش بیاد، خدای نکرده برای بیشتر از این پیش بیاد، حالا هزاری بگیم بچه ها نمیگیرن، ولی بچه هایی که به حال جسه های بزرگتری دارن، طرف 12 سالشه 13 سالشه، جسه بزرگتری داره، درشتره، تو سن بروغه، اینا درگیر بشن، ما واقعا خودمون نمیبخشیم، واقعا نمیبخشیم. ما صحنه هایی رو دیدیم آقای دکتر که اگر این عزیزان که بالاخره رؤسای ما هستن اون صحنه ها رو میدیدن، اینجوری به این واضحه میمدن پشت تلویزیون میگفتن ما اجازه نمیدیم مدرسه ها باز بشه. ما صحنه های بدی ما من صحنه های بسیار بسیار در این کرونا دیدم، یعنی صورت خودم با سیلی سرخ نگه داشتم این مدت. ما صحنه های بسیار فجیعی در تو مرگ و میر دیدیم، بعد دیگه حوصله دیدن چه بدتر از اینا دیگه نداریم. لذا هشدار من یه هشدار در واقع خاصه نسبت به مدارس و امیدوارم دانشگاه مجازی اعلام میشه. چرا باید مدارس باز بشه دکتر؟ نباید باز بشه دیگه، ببینید نباید باز بشه اصلا، بحث یعنی نباید. ما بزرگا رو نتونستیم اس کنیم ما دکتر، این علنی دیگه. خب ما کشوری نیستیم که در خصوص درمان، ما کشوری نیستیم که در خصوص درمان کرونا کشور صاحب نظری باشیم. مرسی. دقیقاً بنده خودم به عنوان یک آی سی اومد کار کردم و میدونم که چقدر در واقع مشکلات داریم، خیلی مشکلات داریم. لذا اصلا نباید ما مغرور باشیم. به چی مغرور داشته باشیم؟ به دادن مردمیمون در روز. اصلا غرور بذاریم کنار و موجه نکنیم در تو با اطفال، همکارای پی آی سی ما، همکارای ریه اطفال، واقعا اینا بیان صحبت کنن. عفونی اطفال گرفتار میشیم خدا شاهده تو آی سی اطفال گیر میافتیم، دیگه بیرون هم نمیتونیم بریم.